آقا این نهالیه که شما داری بیل میزنه زیرش، اینو من آبش دادم. خب توجه میکنی؟ این رفتارهای فاشیستی که تو بیا بگو چی هستی، تو بگو چی رو قبول داری. اینا ببینید، اینا هست که من میگم، اینا رفتارهای فاشیستیه. به شما چی که بنده چی رو قبول دارم؟ مگه بنده به شما میگم شما چی رو قبول داری چی رو قبول نداری؟ مگه بنده به شما میگم چی رو قبول داری چی رو قبول نداری؟ آقای بی توقع هستید شما؟ اصلا ابدا. آقای بی توقع هستید؟ آقای بی توقع بفرمایید. آقای بی توقع تا وقتی حرفتون تموم بشه. دوستان، من این مدتی که توی مسنجر بودم یه شناختی نسبت به هم دیگه پیدا کردیم. دوستانم خیلی انتقاد دارن که چرا مثلا یه نفر میاد روی مایک تا 10 دقیقه ربع ساعت 20 دقیقه حرف میزنه بحثو خارج میکنه. از این هفته گفتم من تایم میدم نسبت به شناختی که نسبت به بقیه دارم. اگه از یه نفر شناخت داشته باشم که توی چارچوب موضوع صحبت میکنه، حتی مخالف من، میگم آقا تا آخر صحبت صحبت کن. اما اگه بقیه رو که طبق شناخت، اگه کسی هم شناخت ندارم، میگم صحبت کن. اگه هر جا فکر کنم صحبتش مشکل داره قطع کن. این واسه این دوستانی که قرار اصرار میکردن روم داره از حالت فلان خارج میشه و فلان و نمیدونم، هر کسی میاد نیم ساعت حرف میزنه، این راهکارشه. اگه فکر کنم کسی تو چارچوب بس حرف میزنه میتونه صحبت کنه. در غیر صورت تایم میدم. آقای بی توقع شما تو هر وقت صحبتتون تموم بشه صحبت کن. نه من معمولا زیاد صحبت نمیکنم. ببینید دوستان، یه مشکلی که آقای ریزگرد داره که مشکل نیست ولی تو پرتاک مشکل زا میشه، اینه که صحبت هایی که میکنن نمیان مثلا جوانه به اونهایی رو که تعصب دارن رو بسنجن. یعنی همونجوری که گفتن اکثر صحبتاشون عقلانیه. مثلا همینجا من یه مثال میزنم. شما خودتون صحبت آقای ریزگرد راجع به خطبه 80 شنیدید. ایشون داشتن میگفتن که حضرت علی یکی از دلایلی که آورده اینه که میگه چون زنان نمیتونن نماز بخونن ایمانشون ناقصه. گفت اینو ما رد میکنم. نگفتن اسلام گفته نماز نخونید. ولی آقای عدل محمدی و بقیه دوستان و اینا شما گوش نمیدید. تعصب گوشتون رو کور کرد، گوش و چشمتون رو بسته. شما میشنوید آقا این داره میگه اسلام اینو گفته، این نگفت اسلام گفته، گفت همونجا تو همون خطبه داره این دلیل رو میاره، این دلیلم درست نیست. و این آقای عجل محمدی شما وقتی که موضع میخوای مشخص کنی به خاطر همینه، چون مثلا به حرفای ایشون نمیتونی ایراد بگیری، میخوای بگی موضع چیه، مثلا به دینش حمله کنی. مشکل تو همینه. اول گوش بده عزیز من به حرفاشون، ببین چی دارن میگن. نه صحبت اسلام و سنی بود، نه صحبت چیز بود، بحث کشیده شد به اینجا به خاطر قدرت. متوجهی؟ صحبت قدرت و حضرت علی و این برنامه ها بود به خاطر قدیر، سو بحث کشید اینجا. صحبت این بود که اسلام کی واقعیه کی غلطه و اینا، هیچ وقت راجع به این صحبت نکردم. ولی گوش بدید خدا وکیلی. ببینید من یه دستم مثل من، ما چیزی نمیدونیم، میشینیم گوش میدیم یاد میگیریم. یه ده هستن خیلی کم میدونن و این خطرناکه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همون دوزارشون همون اول باید بیان بزنن. آقای عدل محمدی نیومده تو روم، گوش نکرده به بحث روم، میخواد به پر بالا اون دوزارشو بزنه چون چیزش کمه، حرفای منطقی که میتونه بزنه کمه. واسه همینم میپرسه آقا شما شیعه، آقا کجا به قول خودم، من به عنوان یک تماشاچی اینجا از شما میپرسم، کجا آقای ریزگرد اومد گفتیش که من شیعم و شیعه اینجوری داره میگه؟ که شما از ایشون اومدید توی تکستاتون رو بخونید نوشتید شیعه اینجوری میگه، علی اسلام اینجوری نیست. صحبت این نبود که اسلام داره اینو میگه، صحبت این نبود. چرا خداییش نمیفهمید؟ یک کم عقل رو به کار بندازید. با عقل من یه چیزی بهتون بگم، این اولین توی اسلام هم همینجوره. اگه شما مسلمونید اول گفته با عقلت کار کن. خب چرا کار نمیندازید؟ گوش بدید آقا، صحبت آقای ریزگر میگفت دلیل حضرت علی این بوده و این دلیل غلطه. ولی شماها یهو به اسلام دونتون برخورد. پس یا شما باید حضرت علی رو مظهر اسلام بدونید،
چون یه کلمه تو حرفای آقای ریزگرد این نبود که اسلام گفته که مثلا زنان نماز نخونن موقعی که پریوده، گفت حضرت علی اینو گفته. حالا گرفتید به قول اون رفیقمون توی اون فیلم های ایرانی افتاد عزیز من. بعد آقای برکلی من یه حرف شما رو ایراد بهش میگیرم. آقا آزادی بیان درسته، ولی آزادی هر چی میخوایم بگیم که درست نیست. مثلا من آزادی بیان داریم الان وسط این بحث میتونم بیام بگم که آقا مثلا رقص مثلا جمیله از رقص فروزان تو فیلم های فارسی بهتر، میتونم وقت بگیرم راجع به این صحبت کنم؟ آزادی بیان مگه نیست؟ باید ربط داشته باشه به موضوع. ما دیگه همیشه اومدیم این از این آزادی، خب نه دیگه، صحبت ایشون همینه، ایشون اصلا گوش نکرده ببینه این آقا چی میگه، اومده تفتیش عقاید میکنه که شما مسلمان ها و شیعه اثناعشری ها شما همه هلاکی. باید اول زمینش بیاد که یه همچین حرفی بزنن. پس میبینیم که داره هوچیگری میکنه، هوچیگری هم شامل آزادی بیان نمیشه. میکروفون آزاد. آقای بیتاق ببینید، من چون اینجا یکم بیشتر با هم شناخت پیدا کردیم، مثلا من یکم بیشتر آقای بیتاق رو میشناسم، آقای دلاور بیشتر، آقای بهکلی هم بیشتر. من دغدغه آقای بهکلی رو میفهمم چیه، دغدغه ایشون رو فهمیدم چیه. دغدغه ایشون اینه، ایشون میفرمایند که اگر که مثلا آقای عرض کنم خدمت شما عدل محمدی حرفی بر خلاف حرف ما میزنه، این آزادی بیانش اینجا نباید محدود بشه. 100% حرف درستیه، 100% حرف درستیه. و اتفاقا هر جا آقای برکلی، هر جا این مسئولیته، هر جا شما فکر کردید اینجوری، هر جا دیگری فکر کرد همینجوری، و تذکر بدید آقای ریزگرد، آقای دلاور، آقای دیگران، اگر فکر میکنید آقای این کارو بکنید کار غلطیه. چرا؟ چون هر کس میاد اینجا میشینه، من بارها گفتم هر کس میاد اینجا میشینه، ما دو جور آدما رو داریم، ما دو جور یوزر اینجا داریم. یکی از کسی، یک عده کسایی هستن که الان دیدن یک روم شلوغ‌تر اومدن اینجا، یک عده هم کسایی هستن که مخاطب همیم. به قول آقای دلاور، ما بعد از این مدتی مخاطبای همو پیدا کردیم، یعنی ما میدونیم مثلا مخاطب اون کیه، بشینیم بیشتر با هم بحث کنیم. این روم جای اونهاست، نه جای کسایی که اومدن اینجا فکر کردن که مثلا اینجا شلوغ‌تر بیان اینجا. حالا اتفاقا آقای برکلی یکی از همون کسایی که همونجوری که گفتم ایشون مخاطب 100% من اینجا، من مخاطب 100% ایشونم. ایشون دغدغش اینه، ایشون میگه که اگر که همچین اتفاقی افتاد به بهانه این آزادی بیان طرف مقابل محدود نشه. بنده میگم چشم و میگم تذکر درستی هم هست، ولی در مورد خاص آقای عدل محمدی توضیح هم دادم با آقای برکلی. این هم نکته. اینجوری عرض کنم خدمت شما که خب بفرمایید. عرض کنم حالا میخوام بریم وارد بحث اصلی، اون بحث پلاین بشیم. آقای ام آی تی هستید شما؟ فارغ التحصیل MIT هستم. ID MIT هستید شما؟ آه یه رسف کنید. آه من تکس بود فهمیدن که اگر فردی خارج از بارون رو دارم فکر میشه دادش که همه که اصلا دست بودن بردن باشه بودی این آدم هایی که تذبیر بروغ اون دو نفر هست. آها نه آقای برکلی، میدونی ماجرا چیه؟ گفتیم بس تمومه، گفتیم نه نگاه کنید، گفتیم این بحث تمومه، بحثی که ما کردیم، بین بحث موزیک میذاریم میریم سراغ بحث بعدی. این نکته. نکته بعدی هم اینکه آقای دلاور، حالا شما میگید ادمین حق اعمال نظر داره، آقای دلاور که ادمین اینجا که شما میدونید که. این نکته. بعد واسه این درخواست موزیک کردن، اینم یکم با هم توضیح بدیم، رفع میس آندرستندینگ میشه به قول علما. خب آیدی MIT نیستن. جناب وحید شما تشریف دارید؟ جناب وحیدم صحبت کنید تا وقتی صحبتتون تمام بشه. قربان. مثلا خواستم به باب همین آزادی صحبت کنم. آقای بیتوقع خودتون گفتی، مثلا من این مثال بیتوقع رو بزنم، میگم یه جا که فرض مثلا یه ده دارن بسکتبال بازی کنن، یه دفعه من توپ فوتبالم رو بردارم بپرم وسط اینا، میگم آقا آزادی این نمیشه. ما باید آزادی مثلا در یه حد و آزادی بیان و دموکراسی هم حد و حدودی داره، نمیشه که هر جرافت. حالا آقای عدل محمدی
در مورد ها یه سوال دوستم کنم در باب توهین. ببینید ما وقتی میگیم توهین، توهین فقط این نیست که مثلا یکی بیاد مثلا فحاشی کنه و فرش خوار مادر بده، فقط این توهین نیست. توهین شما میتونی با کلامت، با حرفت. بعد من خواستم بگم که خب حالا دیگه وقتش گذشته اینا، بگم که یکی مثل عدل محمدی به خاطر اون عقاید مذهبیش اینجوری تربیت شده، هر گونه غیر مسلمان فی الواقع سنی رو کافر و ملحد میدونه. شما این واژه نامسلمون، ملحد، کافر، فلان چیه فلان داشت، بدترین توهین هاست. تو خب حالا دیگه تموم شد اون بستی رو، بریم سر آره دیگه، بریم سر اصل موضوع. گوش بدیم بفهمید. مرسی جناب وحید. عرض کنم خدمتتون که آیدی MIT فکر کنم نیستم، من صداشون هم زدم، ایشون تشریف نداشتن. اوکی، حالا اگر ایشون نیستند میریم سراغ پلانشون. خب این بحث فکر نمی کنم اقدر جالب توجه باشه و میریم سراغ بحث خودم. خب بحث پلان شروع کنم. پلان قسمت دوم چیز هست. آقای ولی من بلد نیستم این کار کنم. چجور آقای دلاور هم گفت من بلد نیستم اینا، چجور از دست این نفر رو بندازم؟ تنها چیزی که بلدم شلیک الان، اینا نمیدونم چجور از بزنم اشتاد شو بندازم. خب عرض کنم آقای دلاور اگه بلدید با ادمین میاد دستشون رو بندازم. برم رو آیدیش. آها اوکی، اینو بگین کم چیز داشته. آها فکرم اینه. اوکی پیدا کرد. اوکی نه اوکی انداختم دستشون، موفق شدم دستشون رو بندازم. عرض کنم خدمتتون که خب پلان، ببینید پلان از هفته قبل شروع کردیم بحثمون در مورد هفته قبل، در مورد یعنی اولین جلسه پلاینمون در مورد، چون به مناسبت تولد شاهین نجفی بود، در مورد شاهین نجفی صحبت کردیم و در مورد سبک کارهای شاهین نجفی و موسیقی اعتراضی و عرض کنم خدمت شما تأثیری که شاهین نجفی به موسیقی زمان و زمانه ما داره و اون مسائلی که در مورد شاهین نجفی. اون قسمت اول پلاین بود که تموم شد. عرض کنم خدمت شما که قسمت دومی که واسه پلان انتخاب کردیم، یعنی سابجکت دومی که واسش انتخاب کردیم، امروز روز جهانی صلح هست. از اون فضای سیاست زده خیلی خیلی عجیب غریب خودمون توی پلاین میایم بیرون. فضا خیلی فرق بعد بکنه این قسمت. حالا بعد بحث آقای قطب زاده و بحث رضا شاه که مال هفته قبل مونده بود، اونا وارد میشیم که در مورد مفصل صحبت کنیم. اما در مورد روز جهانی صلح، تاپیکی که انتخاب کردیم اون تز یا اون تئوری یا حتی اون جمله قصار ماندلاست با عنوان، یعنی چیزی که معروف شد که ببخش اما فراموش نکن. جمله ماندلاست، منتسب ماندلا، هر چیز دیگه اصلا مهم نیست. مسئله‌ای که مهم اینجا هست این جمله است که به نظر من خیلی جمله مهمیه، خیلی جمله تاثیرگذاریه، خیلی جمله‌ای که میشه در موردش فکر کرد، جمله‌ای که شعاع کانسپتش یعنی مفهومش خیلی خیلی گسترده است و میشه به شدت در موردش بحث کرد، در موردش صحبت کرد. یه چیزی که خیلی به درد ما میخوره، چون که ما همیشه هم بحث قبلی هم دیدید دیگه چقدر ما میتونیم با هم دیگه مشکل داشته باشیم و نکته اینه که اگر کسی در حین این مشکلات به دیگری بدی کرد، به دیگری جفایی کرد، آیا میتونیم ببخشیمش، آیا نمیتونیم ببخشیمش؟ اگر بخشیدیمش میتونیم فراموش کنیم یا نمیتونیم فراموش کنیم؟ آیا لزوما بخشیدن و فراموش کردن در تضاد و پارادوکس با هم هستن یا در تضاد با هم نیستن؟ در مورد این میخوایم صحبت کنیم. فکر کنم موضوع خیلی، حداقل به نظر من موضوع خیلی خوبیه و منم خیلی مشتاقم که سلام، خیلی خوش اومدید. و منم خیلی مشتاقم که نظرات آقایون و خانم‌ها رو توی زمینه بدونم، یعنی بعد اون چیزایی که خودم توی زمینه میفهمم و تصحیحش کنم اگر اشتباه هست. من یه توضیح میدم اینجا در مورد این مسئله، یک به قولن جوری وارد این بحث میشیم. مرسی، خیلی ممنون. و مشتاقم که نظرات بقیه دوستانم بشنوم با کمال میل. پس بحثمون در مورد این هست که ببخش اما فراموش نکن. هر کامنتی که دوستان پیرامون این دارن میتونیم در مورد این صحبت کنیم و خیلی هم
به دوستان دیگه که اینجا هستن هم قبلا پیشنهاد کردم، الان پیشنهاد میکنم. حالا این روم که هفته یک بار بیشتر باز نمیشه، پلاین هم که خیلی کمتر روزایی که ایران تعطیله، اما به نظر من اگر فکر میکنید که موضوعای مهمتر دیگه که وجود داره خیلی تکراری شده، یکم بریم سمت یک موضوعهای یونیکتر، یک موضوعهایی که در موردش بیشتر میشه صحبت کرد، در موردش بیشتر میشه فکر کرد و بیشتر به درد ما میخوره. من فکر میکنم توی این جامعه که ما داریم درش زندگی میکنیم، چه این جامعه اینترنتی و مجازی و چون جامعه حقیقی که من دارم به عنوان یک ایرانی توش زندگی میکنم، عرض کنم خدمتتون که نه صادق قطب‌زاده آیدی سفده سالمرگ آقای صادق قطب‌زاده است. عرض کنم خدمتتون که اون بحث نیمه تمام از هفته گذشته. پس در مورد میتونیم صحبت کنیم. یه نکته دیگه هم بگم، چون هفته قبلم در مورد پیشنهادمونم صحبت کردم، این هفته هم میگم تو اون وبلاگمون هر هفته پیشنهادم داریم. پیشنهادی که این هفته اونجا گذاشتم فیلم او هست، فیلم هر، این فیلم نمیدونم کدوم از دوستان این فیلمو دیدن و این فیلمو به شدت توصیه میکنم به دوستانی که روزگار میگذرونن توی توی فضای بله توی فضای اینترنتی و فضای مجازی. عرض کنم خدمتتون که به شدت پیشنهاد میکنم این فیلمو ببینید. اولا که اومده بودم این مسنجری که از دوستان اینو پیشنهاد کرد، من فیلمو ندیده بودم و من این فیلمو به پیشنهاد یکی از دوستان دیدم و یه مطلب کوچولو هم در موردش رو وبلاگمون نوشتم با عنوان هویت واقعیت و هویت مجازی و به شدت توصیه میکنم به دوستان که فیلمو ببینن، مخصوصا به دوستان اهل معنا حتما این فیلمو ببینید استفاده میکنید، مخصوصا کسایی که این فیلم آقا زدم بالا اسمش. بعد عرض کنم خدمتتون مخصوصا به کسایی که توی محیط مجازی بیشتر وقت میگذرونند فیلم خوبی هست. خب عرض کنم حضورتون که خب با این توضیح هم بریم به سر مسئله پلاین موضوع صحبت کنیم، نماش که بریم سراغ بحث بعدی. ببینید چند تا نکته که به نظرم میرسه در مورد ببخش اما فراموش نکن، ببینید چند تا از اینجا شروع کنم. بخشیدن از شق اول جمله شروع کنیم. بخشیدن خب خیلی معطوف به انجام یک خطا از طرف دیگریه یا حتی از طرف خودمون، یعنی دیگری خطایی مرتکب شده یا به زعم ما یک خطایی مرتکب شده یا خود ما یک خطایی مرتکب شدیم در حق خودمون یا در حق دیگری یا در حق دیگران. وقتی که میگیم بخشیدن اول از اینجا شروع میکنیم به نظر من، از اینکه یک خطایی به وجود اومده. خب نکته اولی که وجود داره تشخیص خطا هست، یعنی خیلی وقتا میشه یک اتفاقی میفته که به زعم من خطا از اشتباه است، به زعم شما اصلا خطا و اشتباه نیست. اینجا دیگه صحبت کردن در مورد بخشیدن میشه مرحله دوم قضیه که ما اول باید اینو ثابت کنیم واسه هم روشن کنیم که ببینیم اشتباهی شده اساسا یا اصولا که نیازی به بخشش باشه یا اصلا اشتباهی نشده. این نکته اول. پس اینو یادمون باشه که وقتی در مورد بخشیدن صحبت میکنیم، یادمون باشه که اول ناظر به خطا هست، اول باید محل بحث معلوم بشه که آیا خطایی واقع شده یا واقع نشده. بعضی وقتا بحث میکنیم مثلا همین بحثی که الان داشتیم صحبت میکردیم، مثلا یه نفر ناراحت میشه میگه که حالا اشکال نداره من تو رو بخشیدم. میگم آقا مثلا کار بدی نکردم که تو میگی من تو رو بخشیدم. اول به من باید توضیح بدی که من کار بدی کردم بعد بگی من تو رو بخشیدم. خب آخه چجوری مثلا تو میخوای به من بگی من تو رو بخشیدم؟ پس اول این باید معلوم بشه. حالا میخوام بگم این خیلی نکته مهمی هم هست. یه جاهایی اساسا و اصولا چون که معلوم نمیشه طرف کار بدی کرده، توقع طلب بخشش هم اصلا بیهوده است. این خودش دعوای دومو درست میکنه. یعنی فکر کنید یه دعوایی رو میخواید فیصله بدی، یه دعوای دوم درست میشه. طرف میگه آقا اصلا من کار بدی نکردم که بخوام مثلا طلب بخشش کنم. بعد اون طرف با فرض اینکه کار بدی انجام شده در این حرفو میزنه. این نکته. نکته مهمتری که وجود داره بعد از این قضیه به نظر من اینه که نسبت بین بخشیدن و فراموش کردن یه نسبت خیلی معناداریه. ببینید بخشش میتونه آمرانه باشه، اما سوال من اینه فراموشی میتونه آمرانه باشه؟ ببینید ما میگیم ببخش، این آمرانه هست، اما میگیم فراموش نکن یا فراموش بکن،
فراموش نکن یا فراموش بکنم، آیا میتونیم قبول کنیم که عامرانه میتونه وجود داشته باشه؟ اصلا امکان داره من به شما بگم که همچی چیز رو هیچ وقت فراموش نکن و طبق این امر من شما هیچ وقت فراموش نکنی؟ خب پس این یک تناقضه، یک پارادوکس اینجا توی این جمله که داریم در موردش صحبت میکنیم. بله، یعنی میگم که لزوماً نمیتونه عامرانه باشه دیگه، ولی بخشیدن میتونه عامرانه باشه. یعنی مثلا میشونیم یک امر کنیم به یکی که شما فلانی رو ببخش، ولی عرض کنم خدمت شما این قسمت فراموش کردنش نه لزوماً نمیتونه باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ما یه فراموشی فردی داریم به نظر من، یه فراموشی تاریخی داریم، حالا تاریخی اجتماعی. اینم خیلی فرق مهمیه. ببینید یه چیزی که توی ایران خودمون داریم، هفته قبل هم داشتم در مورد حقوق بشر اسلامی صحبت می‌کردم. دوستانی که حالا دارن در مورد اسلام و این حرف میزنم، فایل هفته گذشته ما رو گوش کنن. من هفته گذشته فکر کنم یک ساعت اینجا صحبت میکردم در مورد اینکه حقوق بشر اسلامی نداریم. داشتم در مورد صحبت میکردم، گفتم اساسا چیزی به نام حقوق بشر دینی و حقوق بشر اسلامی نداریم کلا، این غلطه. حالا اون فایل اون بمونه. حالا دیگه هفته این هفته ما اومدیم گفتیم یک حرف حضرت علی درست، همه گفتن دوباره آخونده. عرض کنم خدمت شما که سلام و خوش اومدید. عامران هست، بسیار درسته. فهمیدن ریزمیر جان، بخشش قلبی چطور میتونه عامرانه باشه؟ نه دیگه، ببینید حالا همینه میخواد بگید. حالا همینه، اگه آقای اسکایی کم صبر کنید الان مثال میزنم. ببینید ما وقتی توی همین کشورمون، گفتم حقوق بشر، ما وقتی که توی کشورمون در مورد بخشش صحبت میکنیم و این بخشش رو تو حوزه‌های فردی میبریمش تو حوزه‌های دیگه، ما توی حوزه‌های جزایی و قانونی و قضایی هم بخشش داریم دیگه. ببینید یه چیز خیلی جالبی که داریم، خیلی جالبه از ابعاد مختلف بررسیش کنیم، یک چیزی هست به نام پرداخت دیه و بخشیدن قاتل. درسته؟ مثلا یه نفر میزنه یه نفر رو میکشه، بعد خانواده قاتل میرن طلب بخشش کنن از خانواده مقتول که مثلا با گرفتن دیه یک مبلغی ببخشن. آقای اسکای درسته؟ حالا اینجا که یک ترم کاملا بله الان توضیح که با در ازای مثلا دریافت یک مبلغ، حالا مثلا اسمشو دارن دیه میذارن یا خونبها یا هر چیز دیگه، بیان چیکار کنن؟ بیان ببخشن. حالا من میخوام چی بگم؟ من میخوام بگم این بخشش علاوه بر اینکه یک ترم قضایی و جزایی و حقوقیه، توی حوزه بخشش فردی معنی میشه. درسته؟ این توی حوزه بخشش های فردی هست. بخشش های فردی همون جوری که عرض کنم خدمت شما، همون جوری که میتونه به تعبیر ایشون بخشش های مثلا قلبی باشه که از قلبی یا از درونش، از چه میدونم سویده های جانش یه نفر رو ببخشه، یه نفر میتونه توی حوزه قضایی و توی حوزه جزایی یه نفر رو ببخشه، اونم بخشش فردیه. خب اینا بخشش های فردیه، تا اینجا یادمون باشه. اما این بخشش های تاریخی اجتماعی هم داریم. ببینید یک جنگی بین دو کشور به وجود میاد، مثلا بین ایران و عراق، توجه میکنید؟ یا مثلا قضیه کودتای 28 مرداد، یا مثلا هولوکاست، یا مثلا جنگ جهانی دوم تو ابعاد بیشترش، توجه میکنید؟ اینجا دیگه فرد به فرد کاری ندارن، میگن هویت ها یا جوامع یا کشورها با هم دچار اختلاف شدن. بعد که این اختلاف رفع میشه، میگن خب باید همدیگه رو ببخشن دیگه، توجه میکنی؟ جنگ جهانی اول که تموم میشه، معاهده ورسای که امضا میشه و مورد توافق طرفین قرار میگیره، آیا طرفین همدیگه رو بخشیدن؟ به این فکر کردی؟ سوال اینه، آیا بعد از جنگ جهانی اول با معاهده ورسای طرفین همدیگر رو میبخشن؟ لزوماً همدیگر رو نمیبخشن، اما اون مناقشه و اون دعوا تموم میشه، توجه میکنی؟ در حالی که همدیگر هم نبخشیدن، حتی فراموش هم نکردن، کما اینکه هیتلر بعداً فراموش نمیکنه و از اون ور میزنه بیرون و جنگ جهانی دوم سر همین قضیه راه میفته. یعنی یکی از دلایل مهم جنگ جهانی دوم همین بود. حالا پس اینا دیگه توی حوزه‌های اجتماعی و تو حوزه‌های تاریخیه. میخوام بگم این دو نکته هست، این که میگیم ببخش اما فراموش نکن و یک جا توی حوزه های فردی ارزیابیش کنیم در مورد صحبت کنیم، یک جا توی حوزه های تاریخی اجتماعی. خب یه چیز دیگه هم بگم تا یادم میاد، مثلا بخشش
اینم نظر من، نمیدونم دوستان قبول دارن یا نه، اساسا و اصولا بخشش به نظر من باید در موضع قدرت انجام بگیره، نه در موضع ضعف. من بخشش رو در موضع ضعف اصلا قبول ندارم. من میگم روح بخشش خدشه‌دار میشه. اگر کسی توی موضع ضعف هست ببخشه، اصلا بخشیدنش ارزش نداره. شما باید توی موضع قدرت باشی، یا حداقل توی موضع برابر با طرف مقابلت باشی که طرفو ببخشی. اینم یه نکته دیگه. وقتی میگم توی حوزه هم جنگ جهانی دوم، مثلا مثال بزنم، شما تصور کنی وقتی که متفقین اومدن آلمانو نابود کردن توی جنگ جهانی دوم، از آلمان معذرت خواهی کردن؟ از آلمان عذرخواهی کردن بعدن؟ مگه کشور آلمانو خورد نکردن؟ از بین نبردن؟ با خاک یکسان نکردن؟ اما کسی برنگشت معذرت خواهی کنه؟ با اینکه همچین خساراتی هم زده شد، حالا این دوباره چه معنی میده؟ این معنی همون حرف اولی که زدمو، که شما باید اول اینو ثابت کنید و اول اینو روشن کنید که شما صدمه و لطمه به دیگری زدید که بعد بریم سراغ بحث بخشش. شما نگاه کنید صدمه و لطمه از این بیشتر که متفقین اومدن و کل آلمان به مخت، خیلی از ابعاد، نه کل آلمان، خیلی از ابعاد کشور آلمان زدن با خاک یکسان کردن، اما معذرت خواهی نکردن. چرا؟ چون حق خودشون میدونستن این کارو بکنن. حالا اگر بخشش حقه، به تعبیر اون دوستانی که بالا زدن، اگر بخشش حقه، کسی باید ببخشه و کسی باید تلف بخشش کنه که خودشو محق بدونه. توجه میکنید؟ یا طرف مقابل خودشو در یک جای دیگه محق ندونه. وقتی متفقی میان به آلمان حمله میکنن، یا توی جنگ جهانی دوم، مثلا قضیه ژاپن، شما دنبال کنید اخبارو که تا همین الان دعوا سر اینه که ژاپن تا همین الان چقدر میتونه عذرخواهی کنه. نه اجازه، الان شما آیکون میشه نظرید من ایشونو بند کنه، الان شما دارید به نفع اون کار میکنید. لحظه اجازه، خب لحظه اجازه، آی خدایا چطور ممکنه؟ خب من میبخشم، هم آیدیشو فراموش نمیکنم در این لحظه، من میبخشم هم آیدیشو فراموش نمیکنم. فرمودن که سلام جناب آیدی پرسش، سلام و خیلی خوش اومدید و همه متحدینش. بله، عرض کنم خدمت شما که خب اینم یه نکته دیگه، میگم تا همین الان مثلا دعوا سر اینه که ژاپن به خاطر قضایای جنگ جهانی دوم باید معذرت خواهی کنه و نباید معذرت خواهی کنه، چیکار باید بکنه و نباید چیکار کنه، یا از این ماجراها. خب اینم یه نکته دیگه در مورد بخشیدن تا اونجایی که یادم میاد. اما بریم به بخشش، اما فراموش نکن. ببینید بخشیدن لزوماً به معنی از یاد بردن و چشم پوشیدن روی خطای دیگران نیست. من میتونم شما رو ببخشم، اما همیشه یادم بمونه که شما با من چه کرد. توجه میکنید؟ پس بخشیدن لزوماً به معنی چشم پوشیدن روی خطای دیگران نیست. این نکته خیلی مهم. یعنی یه نفر میگه که ببینید شما از خطای من بگذر، میگه ببین از خطای من بگذری در کار نیست. دقیقا میگه که از خطای من بگذری در کار نیست، من ستمی که شما به من کردید و یادم میمونه، اما چرا میبخشم؟ به خاطر ساید افکت های بعدیش، هم واسه خودم هم واسه شما. سلام و خیلی خوش اومد. درسته؟ میگه من یادم میمونه، لزوما نه که شما فکر کنید من یادم میره، من میبخشم شما رو، اما چرا؟ چون از ساید افکت های بعدیش واسه خودم و واسه شما جلوگیری کنم. توجه میکنی؟ این هم یه نکته دیگه توی زمینه بخشش. اما یه نکته مهم اینجا وجود داره. نکته مهم اینه که یک خطری هست به این معنی، الان توضیح میدم آقای رجیم، الان دقیقا همینم توضیح میدم. چشم، ببینید یه نکته وجود داره، این که ما از خطای دیگران بگذریم یک خطر بزرگ داره. خطرش میدونی چیه؟ خطرش اینه که قبح گناه و زشتی و بدی ریخته بشه. ببینید
شما چرا ما مجازات رو توی قوانین، توی قوانین قضایی چرا ما مجازات داریم که کسی که خطایی میکنه مجازات کنن؟ ببینید توی فلسفه حقوق، توی فلسفه حقوق یکی از مسائلی که وجود داره اینه، در مورد این توضیح میدن، میگن که یکی از مبانی فلسفی حقوق و مجازات اینه که کسی رو که مجازات میکنند دیگه این کارو نکنه، پیشگیری کنی دقیقا که دیگه این کارو نکنه. حالا من این سوال میپرسم، مثلا آیدی سیمین کلام بالا هستم، مثلا من به اینشون 100 بار میام دروغ میگم، آیدی سیمین هر بار منو میبخشه، بعد من همیشه فکر میکنم که اگر من 100 بار دروغ گفتم و دیگری منو بخشید میتونم این کارو ادامه بدم. این خطر وجود داره یا وجود نداره به نظر شما؟ به نظر من کاملا وجود داره. به نظر من این خطر وجود داره که اگر ما کسی رو ببخشیم و ببخشیم و ببخشیم و بگیم از گناهت گذشتیم، قبح این کار، یعنی قبح نمیدونم چجوری معنی کنم، قبح دوستان من آخوندیش دارم میگم، زشتی این کارو یه جوری اصلا از بین میبره، زشتی این کارو یه جوری از بین میبره، حرمت هم میشه، بله از بین میبره اینو. مثلا آقا شما هر روز مثلا میاد، مثلا شما با یکی دوستی، در دوستی به شما خیانت میکنه، در امانت داری به شما خیانت میکنه، بعد شما میبخشیدش، میره جلوتر دوباره هم همین کارو میکنه، یکی دیگه هم میبخشتش، دوباره میره بازم هم همین کارو میکنه، یکی دیگه هم میبخشتش. اما و هزار اما، اگر همین آدم روبروی قانون بود و کارش در کارش لزوما در حوزه مورالیتی و اتیکس نبود، در حوزه قانون بود، قانون نمیگذشت. این نکته مهم. یعنی چی؟ یعنی این که قانون از کسی نمیگذره، ماییم که میتونیم از دیگران بگذریم و ببخشیم لزوما. توجه میکنید؟ در همون مسئله دیه و در همون مسئله مجازات چی میگه؟ میگه ببین من قانون نمیبخشم، تو میتونی از حق خودت بگذری. حالا یه سوال دیگه میپرسم، دوستانی که حقوق خوندن که مطمئنم اینجا هم هستن، دوستانی که حقوق خوندن میدونن و بقیه فکر کنم میدونن، ببینید آیدی وامق دقیقاً توی کشور ما 4 تا چشم داره. توجه کنید توی کشور ما 4 تا چشم داره، اصلا کور نیست، از همه ابعاد شما رو میبینه. آره میخوام اینو بگم، نه یادم رفت میخواستم چی بگم داشتم چی میگفتم، قانون ما رو میبخشه، قانون ما رو نمیتونه ببخشه. کسی یادشه من داشتم چی میگفتم، مطمئنم که از گوش نمیدن. خواست دقیقا جناب برکی الان میخوام تکی جناب ولی قانون میگه من از حق، ببینید میگه من از قانون نمیتونی بگذری، اما دیگری میتونه از حق خودش بگذره. دقیقا میگه دیگری میتونه از حق خودش بگذره. میخواستم اینو بگم، ببینید کسی که میزنه توی ایران یه نفر رو میکشه، اگر خانواده مقتول بگذره اون فردا آزادش میکنن؟ این میشه جواب بدید؟ اگر دقیقا چرا؟ اون از حق خودش میگذره اما قانون اونو نگه میداره. توجه میکنید؟ پس اینم یک بعد دیگه بخشیدنه. یعنی به وقت در مورد بخشش صحبت میکنیم، بخشش لزوماً بخش فردی بخشش و بخش قضایی و بخش اجتماعی تاریخیش خیلی با هم متفاوته. اینم نکته دوم. یه چند تا نمونه دیگه بگم بعد تکسای بالا رو بخونم و فیلی کنم. ببینید کلمه بخشش رو شما در نظر بگیرید، بخشش، این ترمینولوژی کلمه رو شما یکم بهش دقت کنید. بخشش، من دقیقا به نظر من این درست‌ترین کلمه است واسه این قضیه. چرا؟ ما وقتی میگیم یه نفر رو بخشیدیم، به نظر من ما 2 تا چیز بهش بخشیدیم. شما در حق من خطایی میکنید، ستمی میکنید، من شما رو میبخشم، به معنی دقیق کلمه من 2 تا چیز به شما بخشیدم. کسی میتونه حد بزنه 2 تا چیز چیه؟ اگر شما این ستمی در حق من کنید، ظلمی در حق من کنید، بنده که شما رو آفرین آقای بیتا، آفرین آقای بیتا، اولین چیزی که میبخشم حق خدا میبخشم. این نکته. دومین چیزی که میبخشم چیه؟
فرصت دوباره اصلاح به تو میبخشم. اول از حق خودم میبخشم، یعنی حق خودم میبخشم، دومم یک فرصت دوباره به تو میبخشم. اگر شما فکر به این تا اینجا اوکی، تا اینجا اوکی. وقتی من یکی رو میبخشم، اولین کاری که میکنم حق خودم میبخشم، دو یه فرصت دوباره واسه اصلاح بهش میبخشم. اگه این قبول کنید، حالا سوال من اینه، اگر کسی بدی کرد و شما مطمئن شدی که این آدم اصلاح نمیشه، باید ببخشش یا نباید ببخشش؟ این سوال من. مگه نمیگیم اگر یک نفر رو باید ببخشیم، اگه ما یه نفر رو میبخشیم واسه این میبخشیم که حق خودمون رو میبخشیم، فرصت دوباره واسه اصلاح هم بهش میبخشیم. حالا اگه مطمئن شدیم که این آدم دوباره اون کارو میکنه، آیا باید ببخشیم؟ آیا باید ببخشیمش؟ این سوال بسیار مهمه. آره آقای آقا خان، هر کدوم از ما باید به این سوال جواب بدیم قربان. بله. آقای اسکای سعدی گفت چی؟ سعدی گفت که ترحم بر پلنگ تیز چنگال ستمکاری بود بر گوسفندان. کام نظر جناب عالی اینه. خب حالا اینم نکته دیگه. من الان در مورد اینکه آیا ببخشیم آیا نبخشیم نمیگم. میخوام بگم که این تیز دندان، بسیار، من گفتم تیز چنگال. خب یه نکته دیگه هم بگم تموم کنم، میگم یه نکته دیگه طولانی دوباره، معذرت خواهم، تیز دندان، بسیار، ترحم بر، بله، معذرت خواهم، تحسین میکنم، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفند. حالا دیگه بین آقای بی‌تعاق و بین علما اختلاف، الان که با پنجه میکشه با دندون میکشه. نمیدونه. حالا حال عرض کنم خدمت شما که آقای بکری هم تکس بالاییتون همین تکس تفلی پلنگ انجمن دفاع از حقوق حیوانات هم وارد شده. آقای هامون عرض کنم حضور شما که آقای هامون به شدت مشتاقم که کامنت شما رو تو این زمینه بشنم. هم آقای هامون، هم آقای بی‌توقع، هم آقای دلاور، هم دقیق، خیلی دیگه از دوستان واقعا، چون تو این حالا دقیق دوستانی که مایک نمیگیرن و نمیگم که تو معذورات قرار نمیگیرن، اما دوستانی که میتونن مایک بگیرن به شدت مشتاقم که کامنتشون رو بشنوم، چون واقعا یاد میگیرم بدون تعارف و اینا هیچ مداهنه‌ای دارم اینا. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم و نکته آخر. نکته آخر هم اینه. سلام آقای شایان، صبح بخیر، خیلی خوشم. صبح بخیر یا زور بخیر، زور بخیر. اینم بگم و تموم کنم. ببینید نیچه، به قول طرف گفت آقامون نیچه، نیچه یک جمله فوق‌العاده ای داره. اون جملهش خیلی چراغ راه این زندگی من. دوست دارم به شما بگم. من تو زندگیم یک جا خیلی بی‌رحمم. اینا به شما شاید ارتباطی نشه، شما میگم. یک جا به شدت من، یعنی بیرحم ترین جایی که هستم در انتخاب دوست، و به شما هم کاملا پیشنهاد میکنم این کارو بکن. آره آقامونی چی، در انتخاب دوست به شدت بیرحم باشید بر خودتون. حالا نیچه چی میگه؟ نیچه میگه که هشدار، هشدار، نشستن با هیولا از تو هیولایی نسازد. هشدار، هشدار، نشستن با هیولا از تو هیولایی نسازه. حالا این حرف چرا توی بخشیدن داره؟ یک زمانی هست ما طرف مقابلمونو به خاطر بدیهایی که میکنه میبخشیم و اون طرف از کاری که کرده پشیمون هم نیست و این در کنار ما میمونه و همون کاراشو تکرار میکنه. این آدم هیولاییه که ادامه حضورش در کنار ما هم از ما یک هیولا میسازه. این خطر بخشیدنه، این خطر بخشیدنه به نظر من. بخشش یک جای بسیار خطرناک، با تمام محاسنی که داره، با تمام خوبی‌هایی که داره، با تمام فضیلتی که میتونه باشه، کار ندارم، اما یک جای خطرناک، جای خطرناکش اینجاست. توجه می‌کنی؟ یه مثال هم بزنم تموم کنم. یه فیلم این آقای آکی کوریسماکی داره، نمیدونم فیلماشو دیدید یا نه، کارگردان این آقای آکی کوریسماکی، فیلماشو ببینید. یه بار فکر کنم اینجا هم گفتم دارم خودش بی نظیر این آدم، فیلماشو ببینید. این آقای آکی کوریسماکی فیلمی داره به نام جنایات و مکافات.
اینو اقتباس کرده از جنایت و مکافات داستایوفسکی. بعد تو این فیلم ماجرا اینه که یه پسری هست، یه پسری هست، این پسر عرض کنم خدمت شما که الان میخوام تکسا، این پسر چیکار میکنه؟ این پسر یه آقایی رو میبینه و این آقا رو فکر میکنه آدم مطلوبی نیست تو این جامعه، میگه من باید برم اینو بکشم. استدلالش هم اینه، میگه من باید برم اینو بکشم تا یک آدم بد از این جهان کم بشه، نهایت حرفش اینه. خیلی بد دارم خلاصه میکنم فیلم، و میره این کارو میکنه، میره اون آقا رو میکشه، میره اون آقا رو میکشه و پلیس اینو میگیره و زندانیش میکنه، میفته زندان. حالا فیلمو برید نگاه کنید چه اتفاقی میفته، میرسیم به سکانس آخر فیلم. سکانس آخر فیلم این دوست دختر این پسره میاد توی زندان ملاقاتش و همدیگه رو میبینن. اونجا اتفاق جالب میفته، اونجا پسره میگه که میگه چیکار کردی، چرا این کارو کردی، صحبت میکنم. بعد میگه که ببین من فهمیدم که اشتباه کردم. میگه چرا؟ میگه که من فکر میکردم با کشتن این آدم یک آدم بد رو از این جهان خارج میکنم، در حالی که الان فهمیدم تعداد آدمهای بد این جهان مساویه. چرا؟ چون من نشستم جای اون با این کاری که کردم. حالا میخوام به شما بگم این خطر از خانم ماندگار، سلام و صبحتون بخیر، خوش اومد. میخوام به شما بگم این مسائل اینجوری، خطر اینو که شما کسی رو ببخشید، آیا ببخشید، آیا نبخشید، چطور ببخشید، آیا لزوماً نبخشیدن یک نفر میتونه بهش کمک کنه، آیا لزوماً بخشیدن یک نفر میتونه بهش کمک کنه، آیا اصلا نگاهتون معطوف به این هست که مثلا یه نفر رو ببخشید که بهش کمک بشه یا نه، همه اینا محل سواله. توجه میکنید؟ و حرف آخرم که طولانی هم شد معذرت میخوام اینه که با تمام توضیحاتی که دادم میخوام بگم اون قسمت فراموش نکنش هم طبق همون چیزی گفتم، ما یک بخشش فردی داریم، بخشش تاریخی اجتماعی داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی بخشش‌های فردی میتونید شما یکی رو ببخشید اما فراموش نکنید یا هر دلیل دیگه، اما و هزار اما، این فراموش نکردنه مهمه. ببینید شما میگید فراموش نمیکنم، آیا فراموش نکردن یعنی فقط اکتش فراموش نکردنه، هیچ کار دیگه توش نیست؟ سوال من اینه و تمام. سوال من اینه اگر ما کسی رو بخشیدیم و فراموش نکردیم، فراموش نکردن یعنی چی؟ فراموش نکردن خودش اکت فراموش نکردنه یا کار دیگه هم هست؟ مثال میزنم، من با خانم اسیر مثلا قهر میکنم، دعوا میکنم با ایشون، خب بعد من با ایشون قهر میکنم، من میگم آقا مثلا من شما رو اصلا میبخشم، برو فراموش نمیکنم بدی که به من کردی، اما هر بار که ایشون رو دیدم یه متلک بهشون میندازم، یعنی الان فراموش کردم، هر بار که ایشون رو دیدم یک مثلا با یک نگاه خیلی زشت بهشون نگاه میکنم، یعنی فراموش کردم. میخوام بگم این فراموش کردن هم خودش باید قابل تعریفه و خیلی توصیه موسعه به قولم، یعنی خیلی میشه در موردش صحبت کرد که یعنی چی خودش. دوستان مرسی که توجه کردید، من صحبتم تمام، منت هم میذارم که نه اصلا طرف منت هم میذاره که تو رو بخشیده، این یه محلی از بخشیدن و فراموش کردن و بعدش. دوستان مرسی که توجه کردید، نظرت میخوام طولانی شد و صحبتاتون رو با کمال میل میشنوم. ولی این فرمود اجازه لازم، آره دیگه بعد اینو خانم علی دست همین آخر شروع کنم چند تکس. ببینید همین رو باید تعریف کنیم که انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی ما حتما یکی بکشیم؟ آیا اگر این مثلا من شما رو بخشیدم اما جای دیگه دیدمتون بهتون متلک گفتن این انتقام نیست؟ سوال اینه. یعنی انتقام یعنی چی اساسا؟ من میخوام بگم اون فراموش نکن خیلی قابل بحثه، اون فراموش نکن خیلی چیزا میشه ازش در بیاد، من با این فراموش نکنش خیلی مشکل دارم. توجه میکنید؟ آره آقای ایرج میرزا، همین سوال یه میلیون دلاری دیگه، یعنی این چه بخششی که فراموش نکرد؟ حالا بقیه دوستان صحبت کنن با کمال میل میشن. اجازه بدید من تکس آقای بکری رو بالا بخونم، استفاده کنم. فهمیدن که اگر فرصت اصلاح منوط بر اینه که اون فرد به اشتباه خودش آگاه باشه، ممکنه اتفاقا عدم بخشش ما موجه تنبیه اون فرد بشه و فرصت اصلاح رو براش فراهم کنه. آها درست، آها اوکی.
آقای برکلی، این کاریه که قانون میکنه، درسته؟ نه متوجه شد. این کاریه که بیشتر قانون میکنه تا فرد، درسته؟ اگه درست فهمیده باشم. من فکر کنم این چیزی که شما میفرمایید اینو بیشتر قانون این کارو میکنه. یعنی قانون بیشتر به این سمت میره تا خود فرد. اگه درست فهمیده باشم. حالا بازم میخونم دوباره. آقای رندی سلام، وقت خوشم. بفرمایید خانم عزیز، خدمت شما. یعنی ببخشیم و فراموش نکنیم اینو دو تا، یعنی از دو وجه اینو نگاه میکنم. یکی اگه همونجوری که شما گفتین از وجه اون اتفاقات بین المللی و جهانی باشه، از اون نظر یه نگاه دارم، ولی از نظر شخصی یه نگاه دیگه دارم اینجا، و اونم این که یه چیزی مثل نسل کشی رو انسان ها اصلا هیچ وقت نمیتونن فراموش کنن. یعنی اگه فراموش کنن هم همون جوری که شما گفتیم و دوستانم اینجا کامنت گذاشتن، اصلا نمیتونه پیامد خوبی داشته باشه اینجور چیزا رو اگه فراموش کنیم، چون همون باعث تکرار و حالا فراموش نمیشه، باعث میبینیم که تکرار میشه و همون جنگ هایی که پیاپی اتفاق میفته همون در اثر اینه که انسان ها نمیتونن فراموش کنن اینجور چیزا رو. ولی من از طرف از بعد شخصی نگاه میکنم و میگم که من اگه یکی در حق من یعنی یه کاری بکنه که منو ناراحت بکنه یا حق منو، یعنی حق خوری کنه، حق منو بگیره، من یه جورایی به خاطر آرامش روحی خودم، به خاطر اینکه خودم آرامش داشته باشم، اینو میبخشمش. یعنی حتی اونجا اون بالا که وقتی شما سوال کردین که حتی اگه شما احتمال ندین که این شخص اصلاح میشه باز میبخشینش یا نه، همونجا هم نوشتم که بسته به موقعیتش، موقعیت اون فرد و شاید درجه نسبتش با ما هم داره این چیزا. شما ممکنه از خانوادتون کسی واقعا هم به شما ظلم کرده باشه، ولی اونو ببخشین، حتی بعدم فراموش هم بکنین. چرا؟ چون که در زندگی خودتون میان، آدم چیزی رو که فراموش نکنه، وقتی که بعدی یکی رو فراموش نمیکنه، شما اصلا نمیتونین تو زندگی خودتون بیارین، نمیتونین جزئی از زندگی خودتون بکنین این شخص رو. ولی میبینید که خانواده اینجوری نیسته. شما عزیزترین کسیتون ممکنه یه کاری برای شما بکنه، ظلمی در حق شما بکنه، ولی شما ایشون رو ببخشین، حتی فراموش بکنین و حتی به یادش هم نیارین. ما از این بود وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حتی در این قسمت فراموش کردن هم باز دو دسته میشه انسان ها، شاید هم چند دسته بشه. من نمیدونم، من از نظر شخصی وقتی نگاه میکنم خودم ترجیح میدم که به خاطر خودم، همون بحث انتقامم هم همین آرامش روحی و تلاطمای روحی هستش، چون کسی که در پی انتقامه قبل از اینکه به هدفش برسه خودش خیلی متلاطم از نظر روحی. به خاطر اینکه خودتون رو در آرامش روحی نگه دارین بهتره به نظر من در مسائل شخصی تا یه جاهایی فراموش کنیم، یعنی تو یادمون نگهش نداریم که به دنبال انتقام هم باشیم، چون همون چپ نگاه کردن و تیکه انداختن و این چیزا هم یه جورایی از نظر روحی خود شما هم در هم میریزه و نمیتونیم منکرین بشیم که روی شما اثرش خیلی کمتر از طرف مقابل بوده باشه. من هیچی، همین خواستم از این چیزایی که در ضمن صحبت شما به نظرم اومد این چیزا رو بگم، چون نظر خودم در مورد همین بخشیدن و فراموش کردن اینجوریه. ولی در مورد مسائل جهانی یا بشری من خودم عقیده به فراموش کردن ندارم. به نظرم نباید انسان ها اینجور مسائل رو فراموش کنن تا یادشون بره و دوباره تکرارش کنن، این چیز خوبی نیست. ولی در مورد زندگی های شخصی، مگه انسان ها چند بار دنیا میان که بخوان اینقدر سخت بگیرن خیلی چیزا رو؟ مرسی، خیلی ممنون، دستون در نکنم. مرسی از شما، هر سلام خدمتتون. که الان توصیح کوچولو بدم، دوستانی که جدیدتر اومدن همه سلام و خیلی خوش اومدید و امیدوارم خوب باشید. آقای امسال سلام، اگه صدام دارید خیلی خوش اومدید و امیدوارم خوب باشید. بقیه دوستان همه سلام و مرسی که تشریف دارید. خب آره، ببین دوستان، من فکر کنم در مورد بخششش چیزیم، یعنی یکم اوکییم.
دعوا سر فراموش نکردنشه، یعنی دعوا سر فراموش نکردنشه، این یکم مسئله داره. یه چیزم بگم، اصلا یه زمانی بحث سر اینه که بخشش، این هم حالا دوستان که ریزند کردن دوست داشتن توضیح بدن اینو، یه زمانی بخشش اصولا یعنی زمینه. آقای برکلی صدامو دارید؟ اینم اگه میخواید یه کامنتی بدید در موردش. ببینید یه زمانی اصلا بخشش یعنی ترک، اصلا بخشش معنیش اینه، ترک، به نظر من بخشش یعنی ترک محل مناقشه. یه مثال میزنم، یه مثال میزنم، من میرم توی روم، توی یک روم به من توهین میشه، من دیگه هرگز تو روم نمیرم. بعد طرف میگه آقا تو چرا نمیای؟ میگم آقا من اصلا اون توهینم که بهم شد ازش گذشتم، دیگه اونجا نمیام. میدونی چی میگم؟ میخوام بگم اینجا نمیدونم اصلا بخشیدن معنی میده یا نمیده، اما میگم من خودم هم ناراحت نمیکنم، یه توهینی توی یک روم به من شد، من دیگه اون محل رو ترک میکنم واسه همیشه، یعنی که هرگز اونجا نمیرم. توجه میکنی؟ این یعنی بخشیدن یا نه؟ اصلا نمیفهمم. میخوام بگم یک جایی ما یک چیزی رو ترک میکنیم، یعنی محل، آره میگم یعنی محل جدال رو ترک میکنیم، اینم اصلا بخشیدن است؟ اینو واقعا نمیفهمم که سوال میپرسم، یعنی اینم اصلا میشه محل بخشید؟ آقای بی تاوقینم توضیح بدید بعدم. آیدی فسون، فسون هستن دیگه، هستید شما؟ اجازه بدید پس دوستان صحبت کنم. بفرمایید خدمت شما. صبح بخیر، حال شما خوبه؟ آقا نیستم، خانمم. خوب هستین دوستم؟ سلام نیکانی. قبل از اینکه بحثم و بحث من یه نظرم رو در موردش بگم، دیدم وقتی که بحث خوب اجتماعی و حقوقی و انسانی مطرح شد، عدل امام، عدل محمدی در رفت. یعنی آدمی که به قول خودش کلمه عراجیف رو توهین نمیدونه، حالا این خودش بهش میگم، آدمی که دوست داره فقط بیاد عراجیف تحویل ما بده و به چالش بکشه با اون عراجیف. خب خانم خیلی از شما معذرت میخوام، من خیلی از شما معذرت میخوام، خیلی از شما معذرت میخوام، اما یعنی ناچارم یه تذکری بدم. ببینید چون ایشون نیستند در موردشون حرف نزن، یعنی این قاعدمون رو رعایت کنیم، یکی یکی بریم جلو. یعنی اگر آقای عدل محمدی بودن الان شما هر کامنتی داشتید به نظر من صلاح بود که جلوشون بگید، اما چون نیستند اجازه بدیم که در موردشون صحبت نکنیم. آره من خیلی از شما معذرت میخوام، شما رد کردید و فکر کنم چون اونجا هم نتونستید مایک بگیرید الان گفتید، ولی با توجه به همین هم به نظر من چون ایشون نیستن در موردش صحبت نکنم. بفرمایید، خیلی خیلی معذرت با شماست، ولی خب به هر حال این بحثم که طرف نیستش راجبش حرف نزنی، من با این بحثم مخالف هستم، برای اینکه وقتی که کسی در میاد در یک جمع عمومی حرف میزنه، عموم هم حق دارن در موردش حرف بزنن، چه باشه چه نباشه، غیبت محسوب نمیشه. و بعدش هم من به هر حال حرف بعدی هم نزدم، گفتم که در رفتش دیگه، وای نستاد بحثای انسانی بکنه. به هر حال در مورد بحث شما، من با کل بحث شما خیلی موافق هستم، این که میبخشیم فراموش نمی کنیم، ولی در این زمینه به دو نکته اشاره میکنم. نکته اول یکی اینه که اولا باید طرف تقاضای بخشش رو بکنه، یعنی متوجه اشتباه خودش شده باشه. خیلی وقتا ما میبینیم که طرف اصلا تقاضای بخشش هم نمی کنه. خب ما بیام ببخشیمش چه فایده داره؟ هیچ تأثیری نداره. این مثال رو من میتونم در مورد سیاستمداران ایران بگم، کسانی که جنایت کردن سالیانه، نیومدن حتی بگن ما رو ببخشید، ما اشتباه کردیم. خیلی راحت با گفتن 4 تا جمله انتقادی علیه سیاست‌های رژیم، اینا میشن قهرمان ماها و ما شروع میکنیم به اینکه ما اینا رو بخشیدیم. خب ای بابا یه کاری کردن، حالا ببین داره چی میگه، یه چیز دیگه میگه.
و نه تنها اینا رو میبخشیم و نه تنها جنایتاشون رو فراموش میکنیم، بلکه تبدیلشون میکنیم به قهرمانمون، دنبالشون را میفتیم بدون اینکه اینا تقاضای بخشش کرده باشن، بدون اینکه رفته باشن نشسته باشن یک کار انسانی انجام داده باشن، ثابت کرده باشن که بابا جان واقعا فراموش کردن و واقعا دارن کار درست حسابی انجام میدن. بعد از اون گذشته، از کی تا حالا در کدوم سیستم دنیا وجود داشته که طرفی که جنایت کرده، شکنجه کرده، مال مردم خورده، این همه جنایت و ظلم در حق مردم کرده، با حتی اگه بیاد بگه منو ببخشین، بعد از بخشیدن بیان اینو بکنن قهرمان، بکنن شخصیت سیاسی، بکننش رهبر، کجای دنیاست؟ من نمیدونم مردم ایران این چیزا رو از کجا یاد میگه؟ کی بهشون میاد اینجور حق نمیکنه که بیان همچی کار رو بکنن، بهشون تفهیم میکنه که همچی کار رو بکنن؟ خیلی یاره هامون، به طور مثال سروش، به طور مثال الان یکی یارو این چیه اسمش، به طور مثال منتظری، تا زمانی که این همه جمهوری اسلامی داشت جنایت میکرد، تا زمانی که فامیلای خودش رو نگرفته بودن، نکشته بودن، سکوت کرده بود، شده بود مالکش رژیم و همه اینو قهرمانش میکنن. سروشو یا نمیدونم گنجیو، نمیدونم کیو کیو، همشون. میخوام بگم که متاسفانه این اتفاقا این بحث خیلی خوبه، متاسفانه ما ایرانی یاد نگرفتیم که بخشش کیه، فراموش کردن چجوریه، رفتار با یک جنایتکار قاتلی که میگیم ما انتقام نمیگیریم، ما آدمکش نیستیم، ما دموکرات هستیم. خب اگه اینجور هستین، مفهومش این نیست که بخوایم بیاین به این جنایتکارها بیاین یک بالاپر دیگه بدین. این رو ما باید یاد بگیریم. به نظر من این بحثا خوبه، دوستان شرکت کنن، نظر بدن، این خیلی مهمه. و خیلی ممنونم از ریزگرد عزیز که این بحث رو گذاشتم. مرسی. مرسی از شما که هم تشریف دارید هم کامنت دارید. عرض کنم خدمتتون که بله، به این حوزه اتفاقا در مورد آقای رضا اول سلام و خیلی خوش اومدید قربان، آقای رضا 11. بعد عرض کنم خدمتتون اتفاقا هفته قبل تو بخش اخبارمون در مورد مرتضوی من مفصل صحبت کردم که این مصداق بارز همین قضیه هم هست. بفرمایید جناب، هم خدمت جناب علی. میکنم ریزگرد عزیز، خیلی خوشحالم شما رو میبینم و انتظار نداشتم امروز. فکر میکردم یک شنبه ها پارلاین رو باز میکنید. بعد مسافرت بودم، به محض اینکه برگشتم اومدم کامپیوتر رو روشن کردم، دیدم اتاق شما. اوه عید قدیر، بله، چقدر خوب شد یادآوری کردید. من از همینجا عید قدیر رو به همه دوستان و در داخل هم به مردم ایران تبریک میگم. از موضوعتون من خیلی خوشحال شدم که خانم فسون قبل از من صحبت کردن و در یک بعد سیاسی این مسئله رو مطرح کردن. مسئله‌ای که من می‌خواستم در این رابطه بهش اشاره بکنم این بود که این مسئله میبخشیم ولی فراموش نمی‌کنیم، این یک شعاری هست که در رابطه با نوع برخورد به یک معضل ملی مطرح میشه، یک مسئله‌ای که جامعه رو در کلیتش در بر می‌گیره. این رو در یک جنبه فردی و روابط بین شهروندان مطرح کردن به نظر من در این کانتکست اصلا جایگاهی نداره و مفهومی نداره. اینکه حالا یکی اومده زده تو گوش من اینو ببخشم ولی فراموش نکنم، یه جورایی اصلا مسئله لوس میشه. به همین خاطر در درجه اول مسئله میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم یک مسئله هست که در یک بعد فراگیر اجتماعی مطرح میشه. حالا چرا این شعار خیلی اهمیت داره
و به خصوص در رابطه با مرحله‌ای که جامعه ایران داره ازش گذار میکنه، این مسئله و این نگاه خیلی از اهمیت برخورداره. این رو من خواستم بهش یک اشاره داشته باشم با در نظر گرفتن نوع حساسیت هایی که نمونش رو ما در صحبت های خانم فسون دیدیم، حساسیت هایی که از عواطف انسانی بلند میشه، یعنی بیجا و بی مورد و بی دلیل نیست و به حق هم هست. برای همین این رو هم قبلا ذکر کرده باشم. ولی اهمیت این مسئله از چه نظره؟ اون چه که به عنوان مقدمه این طرح این مسئله به نظر من اهمیت داره این هست که یک سری تحولاتی در جوامع بشری اتفاق میفته که گرچه تحولات ناگواری هستند، ولی برایند این تحولات یک جنبش جنبه مثبتی هست که به عنوان مثال یک شناخت واقعی تر و اوریانتری رو از جامعه ارائه میده. یا این رو در رابطه با خشونت سیاسی در جوامع میشه مثال زد. یعنی همه جوامع بشری بدون استثنا زمانی که دچار خشونت سیاسی میشن، این خشونت سیاسی مثل این حالت رو پیدا میکنه که همه اعضای این جامعه در اون شیارهایی که به هم متصل میشدن اینا از هم جدا شدن و به جان هم افتادن. این به جان هم افتادن در این حال که یک زایه انسانی به بار میاره، ولی زمینه شناخت واقعی از ارکان مختلف اجتماعی و جامعه و انسانهایی که اون جامعه رو تشکیل میدن رو هم به دست میده. یا به عنوان مثال زمانی که در یک کشوری جنگ میشه، این رو در رابطه با خود کشور ایران، امروز ایران میشه خیلی راضی به صحبت کرد، مسئله جنگ که جنگ با در نظر گرفتن همه اون عوارض ناگوار و ناهنجاری که داره، ولی در ساختن ملت ها خیلی نقش بازی میکنه. یعنی یک ملت بعد از یک جنگ خیلی از یک انسجام و هویت قوی تری برخوردار میشه، جنگی که در رابطه با تعرض بیگانه باهاش روبرو میشه. این مسئله رو ما در رابطه با خود کشورمون مشاهده کردیم. اما در چارچوب همین بحث بخوایم باقی بمونیم، روی مسئله میبخشیم و روی فراموش نمی کنیم، وقتی که جامعه در پی یک خشونت سیاسی که بهش دوچار شده و این ناهنجاری های اجتماعی به وجود آمده، برای عبور از این مسئله که بتونه با اون دردی که داره، با اون مصیبتی که از گذشته معاصر خودش داره بتونه کنار بیاد و اون رو پشت سر بگذاره و رو به جلو داشته باشه و نخواد انرژیش رو، توانش رو، امکاناتش رو در جهت دغدغه های خاطر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده مصرف کنه، به یک مرحله میرسه که چند موضوع مشخص در رابطهش مطرح میشه. در درجه اول اون چه که قبل از طرح مسئله میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم مطرح میشه و باید انجام بشه که بعدا بشه در حول و حوش این شعار اومد با جامعه برخورد کرد، مسئله حقیقت یابی و بروز حقیقت به همون شکلی که واقعی بوده در رابطه با اون مصیبته، در رابطه با اون فاجعه ایه که باید بخشیده بشه ولی فراموش نشه. به همین خاطر هم در همه جوامعی که این مسئله مطرح میشه، قبل از اینی که بخواد جامعه به یک چنین تفاهمی دست پیدا بکنه در کلیتش، در درجه اول باید این شفافیت، این کشف حقیقت در رابطه با اون مسائلی که مد نظر به عنوان جنایات و جرمهایی که مرتکب شده اون نهاد یا اون سیستم
یا اون جامعه در گذشته، این مسئله باید مشخص بشه. حالا چرا مسئله میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم اهمیت پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه از اونجایی که یک چنین شعاری در رابطه با برخوردها و ناهنجاری هایی که در جنبه ملی در یک کشور اتفاق افتاده مطرح میشه، اگر بجز این بخواد با حل این مسئله و کنار آمدن با این مسئله به عنوان یک واقعه ناگوار تاریخی، بجز این بخواد باش برخورد بشه، راهی به جز انتقام جویی باقی نمیمونه. و از اونجایی که این نوع جرائمی که در این خشونت‌های سیاسی در کشورها اتفاق میفته، از طرف اون حاکمیتی که اتفاق میفته، معمولا اون حاکمیت از یک پشتیبانی و یک پشتوانه اجتماعی هم برخورداره. اون پشتوانه اجتماعی به لحاظ اخلاقی در رابطه با اون جنایاتی که اتفاق افتاده مسئولیت داره. بنابراین اگر که مسئله حل معضلات ملی که جنبه انسانی و حقوقی داره نخواد از این مسئله باش برخورد بشه، و از اونجایی که تنها رایی که باقی میمونه مسئله انتقام جویی خواهد بود، این مسئله انتقام جویی مجدداً خودش یک بُعد ملی رو پیدا میکنه که این دور تسلسل مجدداً شرایطی رو به وجود میاره که بعداً وقت باید دوباره در رابطهش مطرح بشه که حالا آیا این رو میبخشیم یا فراموش میکنیم. به همین خاطره که همونطور که خودتون هم مطرح کردید، مسئله اصلی اولا این هست که مسئله شعار میبخشیم ولی فراموش نمیکنیم در بُعد فردی و در بُعد ملی مطرح کردنش خیلی از اهمیت برخورداره. در بُعد فردی مطرح کردنش بسیار بسیار اولا مسئله کوچک میشه، بعد خیلی جنبه سابجکتیو پیدا میکنه، یعنی روی دیدگاه شخصی فرد، باور شخصی فرد، نوع برخوردی که به لحاظ وجدانی یک انسان با مسئله داره به اونها منوط میشه، که به همین خاطر نوع تنوعی هم که در رابطه با این دیدگاه به وجود میاد به اندازه همه انسانهایی که باش برخورد میکنن متنوع خواهد بود. از این جهت من خواستم این نکات رو در رابطه با این موضوع مطرح کرده باشم. خیلی ممنون، مرسی از این فرصتی که در اختیار من قرار داد.